شما الان تو فضای مجازی و تو رسانه ها و تو گفتارها میچرخه چرا مالیات بر درآمد خانوار نذاشتین؟ ببینید مالیات بر درآمد خانوار فقط تصویب قانونش، حالا اون هم تازه تو قانون بودجه سنواتی که ملاک نیست، شما باید زیر ساخت ها و بسترهاش رو فراهم بکنی. سازمان امور مالیاتی ما باید بتونه اظهارنامه خانوار تنظیم بکنه، شرایط تکمیل اظهارنامه خانوار توسط معدی که معدی ما اون موقع میشه خانوار، خانواری که مجموعه درآمدهاش رو، درآمد حقوقشه، درآمد سهامشه، درآمد سپرده بانکیشه، درآمد اجاره، هر درآمدی رو داره میده اظهار بکنه تو این اظهارنامه، هزینه هاش رو هم اظهار بکنه، بعد سازمان امور مالیاتی بیاد این اظهارنامه خانوار رو بررسی بکنه. بررسی این صرفاً و صرفاً با اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی هستش که اگر من ابراز کردم اینقدر دارم از در سپردم درآمد میگیرم، سازمان مالیاتی من دسترسی داشته باشه به حساب بانکی من، به تراکنش بانکی من دسترسی داشته باشه. شما بفهمید کدوم یکی اینا که من عرض می‌کنم در حد و اندازه بودجه سنواتی هستش. والا هیچ کس منکر این نیست که باید در واقع پایه‌های مالیاتی جدید وضع بشه، باید عدالت در واقع برقرار بشه، اون چیزی که ما الان داریم مساوات مالیاتی، حتما باید عدالت مالیاتی برقرار بشه، حتما باید از اون دهک‌های بالاتر درآمدی که در واقع مستحق پرداخت مالیات هستن، مالیات لازم و در واقع دقیق مطابق قانون ازشون اخذ بشه. اما با این مواردی که خدمتتون عرض کردم، اینها قوارش و جایگاهش بودجه سنواتی نیست، قانون دائمی لازم داره. هر چقدر زودتر تسریع بشه زودتر به مرحله اجرا خواهد رسید و قطعا ما ظرفیت جذب و وصول درآمدهای مالیاتی خیلی بیشتر از اون چیزی که الان پیش بینی کردیم داریم. اقتصادمون اقتصاد بسیار بزرگه و متنوعی هستش، زمینه سازی‌هاش فراهم بشه ان شاء الله درآمد پایدار کشور ما قطعا درآمد مالیاتی خواهد بود.